بچه ها وقتتون به خیر باشه. خیلی سریع در این ویدیو میخوام یه نکته ریز مزرابی بهتون بگم. این نکته بهتون کمک میکنه که مزرابتون نرمتر و زاویه بهتری داشته باشه هنگام مزراب زدن یا ناخون کشیدن روی سیم. با ما همراه باشید. خب ببینید، ما بحث زاویه کشش ناخون ها روی سیم، همه چیز در مورد مزراب زدن و در واقع جنس صدای ساز زمانی تغییر پیدا میکنه که ما در زوایای مختلف روی سیم مزراب بزنیم. حالا چه ناخون داشته باشه چه مزراب، این زاویه موچتون رو اگه درست تنظیم کنید صدای مطلوب تری رو روی سیم از سیم میتونید بگیرید. اول اینکه بچه ها نگاه کنید، مزرابتون وقتی که از بالا به پایین روی کله سیم بخوره و یه حرکت چکشی از بالای سیم رو روی سیم پرتاب بشه، یه تنین و یه باس و یه ارتعاش بهتر و منظمتری به سازتون میده تا زمانی که مزراب رو شما حالت خراش مانند با خودتون هم میکنید و میکشید به سمت سیمهای دیگری. پس مزراب معمولا از بالا به پایین روی کله سیم وقتی فرود بیاد صدا پرتر رو یه تنین نرمتری به ما میده. دومی که شما وقتی که مزراب بزنید موچتون رو خب یه خورده گاهی اوقات میپیشونه سمت خودتون که ناخن راحت‌تر سر بخوره روی سیم. اینو ما میدونستیم، قبلا هم گفتیم. انگشت وسطت رو بده بالا، یه فضا بینش خالی میشه خود به خود. وقتی انگشت وسط بالاتر باشه این فضای خالی پر میشه با کنار هم اومدن انگشت وسط و انگشت سبابه که انگشت مزراب هست و انگشت سبابه کنار انگشت وسط رد میشه. کنارش هم یه کوچولو که مچتو به چرخونی خیلی ناخن حرکت مخملی و نرمی روی سیم تجربه خواهد کرد. بالا برای اینکه مزرابتون از بالا به پایین چکشی روی سیم فرود بیاد، همه اینا رو کنار هم بذارید، یعنی هم زاویه و هم در واقع جهت ضربه ناخون روی سطح سیم، این دوتا با هم ترکیب میشه. این صدای مخملی رو ما میشنویم. حالا مقایسهش میکنم. ببین، حالا فرض کنم من مزرابم رو به این حالت بدون اینکه حالت چکشی بکوبم روی سیم فقط میکشم بیرون و زاویه ناخون هم رعایت نمیکنم، این شکلی میشه. اغراق نمی کنم. یه در واقع سبک صدای کم عمق و تیز و در واقع سطحی رو به شما میده که حالا سلیقه هست ولی به دل نمیشین. اما خب این اصلا زنگ اضافه تا حد زیاد توی ساز تولید میکنه و شما نمیتونید یه سیم رو مستقیما هدف قرار بدید. و وقتی به این حالت روی کله سیم میزنید، اولا سیمی که میخوای مزراب بزنی بلتر خودشو نشون میده، پررنگتر مزراب میخوره، قاطی نمیشه با بقیه صدا. ولی وقتی اینجوری میکشی سیم کناری به همون اندازه سیمی که هدف مزراب زدنت صدا میکنه، خب صدا قاطی میشه. اینم در واقع یه نکته دیگه که درش پنهانه.